سلام بر شما، با ما همراه باشید با یکی دیگر از برنامه های ایران و جهان در هفته که گذشت. من مهران میرزایی هستم. امروز در ابتدا گزارشی داریم از احضار سفیر یونان توسط وزارت امور خارجه در پی تصویب قطعنامه پارلمان اروپا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران. نگاهی داریم به دیدار علی جنتی وزیر ارشاد دولت حسن روحانی با محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین. خبرگزاری ها از طولانی شدن صفهای ثبت نام برای دریافت یاران خبر می دهند. محمد رضا شاهید از مهمانی شام اتاق بازرگانی لوران فابیوس و اسرائیل پیرامون اوضاع سوریه و پرونده اتمی ایران گزارش می دهد و مهستان بختیاری نگاهی دارد به کشمکش میان دولت ایران و خانواده ریچارد فرای، ایرانشناس آمریکایی که دفنش در کنار زایندرود خبرساز بود. با ما همراه باشید. در پی تصویب قطعنامه پارلمان اروپا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سفیر یونان در تهران را احضار کرد. یونان در حال حاضر رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا است. گروهی از نمایندگان اصولگرای مجلس نیز طرح دوفوریتی ارائه دادند که در آن راهبردهای دولت جمهوری اسلامی برای مقابله با مصوبه پارلمان اروپا تشریح شده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، مجلس ایران طرح دو فوریتی را با عنوان راهبرد جمهوری اسلامی ایران در مقابله با پارلمان اروپایی به هیئت رئیسه ارائه داد. در گزارش های رسانه های ایران در این باره که چه کسانی در مجلس این طرح دو فوریتی را ارائه دادند، اطلاعاتی منتشر نشده است. این طرح قرار است روز سه‌شنبه یعنی 19 فروردین در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. طرح راهبرد جمهوری اسلامی ایران در مقابله با پارلمان اروپایی در واکنش نمایندگان اصولگرای مجلس و دیگر مقام‌های ایران به قطعنامه پارلمان اروپا درباره این کشور است که روز 12 فروردین تصویب شد. در طرح دوفوریتی نمایندگان مجلس ایران آمده است پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه مداخله جویانه و مغرضانه در روز 3 آوریل 2014 میلادی و با غیر دموکراتیک خواندن انتخابات 11 ریاست جمهوری، زیر سوال بردن وضعیت حقوق بشر، متهم کردن ایران به نقض مداوم حقوق اساسی، تاکید بر ایجاد نمایندگی اتحادیه اروپا تا پایان سال 2014 میلادی در تهران به عنوان ابزاری کارآمد برای تاثیرگذاری در سیاست‌های ایران، زیر سوال بردن دستگاه قضایی در زمینه مبارزه با مواد مخدر و قاچاقچیان، درخواست آزادی زندانیان به اصطلاح سیاسی، مدافعان حقوق بشر و محکومان فتنه و موافقت با ازدواج همجنس بازان صحنه جدیدی را پیش روی قرار داده است. در همین راستا وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز سفیر یونان در تهران را احضار کرد. به گزارش سایت رسمی وزارت امور خارجه ایران، در دیداری که بین مقام‌های ایرانی و سفیر یونان صورت گرفته، مدیر کل بخش غرب اروپایی وزارت امور خارجه ایران مراتب ناخرسندی شدید ایران را نسبت به قطعنامه صادر از سوی پارلمان اروپا به طرف یونانی اعلام کرده است. در این دیدار به سفیر یونان تفهیم شده است که تصویب چنین قطعنامه آن هم در مقطع پایانی دوره فعلی پارلمان اروپا امری غیر قابل قبول و غیر قابل توصیف برای جمهوری اسلامی ایران است که تنها در خلاف جهت منافع مشترک اتحادیه اروپایی و جمهوری اسلامی خواهد بود. به گزارش سایت وزارت امور خارجه ایران، سفیر یونان وعده داده است که این کشور به عنوان رئیس دوره اتحادیه اروپا مراتب نارضایتی ایران از این قطعنامه را به مقامات ذی‌ربط اتحادیه اروپا در بروکسل منتقل کند. در واکنشی دیگر هم علی لاریجانی رئیس مجلس و علی اکبر ولایتی مشاور رهبری در امور بین الملل نیز هر کدام جداگانه به این قطعنامه واکنش نشان داده و آن را محکوم کردند. گذشته از این افراد، چند تن از نمایندگان مجلس، روحانیون و طلاب نیز به این قطعنامه واکنش نشان دادند. ائمه جمعه ایران نیز روز جمعه 15 فروردین ماه در خطبه هایشان این قطعنامه را محکوم کردند و نمازگزاران پس از اتمام نماز دست به تظاهرات زدند. کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا روز 12 فروردین ماه پیشنویس قطعنامه‌ای را در مورد راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران تصویب کرد
که در آن به مسائلی مانند حقوق بشر یا ایجاد دفتر نمایندگی در تهران اشاره شده است. در این قطعنامه آمده که همه هیئت‌های نمایندگی اتحادیه اروپا که به ایران اعزام می‌شوند باید متحد شوند که با مخالفان سیاسی یا فعالان جامعه مدنی در ایران دیدار کنند و به زندانیان سیاسی نیز دسترسی داشته باشند. این اقدام اتحادیه اروپا با واکنش شدید مقام‌های ایرانی از جمله محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران مواجه شده است. آقای ظریف عنوان کرده که ایران اجازه نخواهد داد که هیئت‌های اروپایی مقید به شروط قطعنامه اتحادیه اروپا وارد خاک این کشور شوند. اما علی جنتی وزیر ارشاد دولت حسن روحانی در نخستین روز فعالیت‌های اداری در سال جدید به دیدار محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین رفت. انتشار خبر و تصویری از این دیدار شخصی و نوروزی با واکنش‌های منفی اصولگرایان تند رو مواجه شده است. او در ابتدای انتخاب خود به این سمت ابراز امیدواری کرده بود که بتواند راه خاتمی را در این وزارتخانه ادامه دهد. به دنبال دیدار نوروزی علی جنتی، دولت روحانی با محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران، مجلس ایران که در اختیار تندروهاست، به شدت به وزیر ارشاد حمله کرد. در این خصوص سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از طرح سوال از علی جنتی در مجلس خبر داد. علی طاهری به خبرگزاری تسنیم گفت که این طرح با امضای 12 تن از نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده است. وی افزود که اکثریت نمایندگان خواهان سوال از وزیر ارشاد پیرامون دیدار نوروزیش با محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق بودند. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس از بررسی این دیدار در این کمیسیون خبر داد و افزوده است که طرح این سوال در صحن علنی و یا کمیسیون فرهنگی مجلس به تصمیم هیئت رئیسه بستگی دارد. آقای طاهری در این حال گفته که علی جنتی به طور قطع برای توضیح در مورد دیدارش با محمد خاتمی در یکی از جلسات کمیسیون فرهنگی مجلس حضور می‌یابد. روز شنبه 16 فروردین علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه تعدادی از مسئولان دولتی برای تبریک سال نو به دیدار محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران رفت. این دیدار خصوصی و در چارچوب دید و بازدیدهای نوروزی بود، اما انتشار خبر آن موجب خشم اصولگرایان افراطی شده است. در واکنش به این انتقادات، بابک دربیکی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت حضور علی جنتی در دیدار نوروزی سید محمد خاتمی امری شخصی و در حد دیدارهای دوستانه نوروزی بوده است. وی افزود آقایان جنتی و خاتمی از دوستان قدیمی هستند و با توجه به این آشنایی طولانی مدت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تبریک عید نوروز در زمان 3 ساعته‌ای که خاتمی ملاقات حضوری نوروزی داشت در حدود 10 تا 15 دقیقه با وی دیدار کرد. همزمان با واکنش‌های تند اصولگرایان به دیدار نوروزی وزیر ارشاد با محمد خاتمی، خبرگزاری مجلس هم از تذکر 160 نماینده مجلس به علی جنتی درباره نحوه برخورد این وزارتخانه با رسانه‌ها خبر داده است. در تذکر 160 نماینده به وزیر ارشاد آمده است: علارغم تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه اساس باید حمایت از جریان‌های فرهنگی مؤمن و انقلابی باشد، چرا با رسانه‌های منتقد از جمله هفته‌نامه 9 دی به دلیل انتقاد از دولت برخورد و توقیف می شود، در حالی که وزارت ارشاد نسبت به توقیف رسانه‌های هتاک به مقدسات اظهار تأسف می کند و رئیس جمهور از آزادی منتقدان سخن می گوید. هفته‌نامه 9 دی اواخر اسفند 1392 از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. حمید رسایی مدیر مسئول این هفته‌نامه که از حامیان سرسخت محمود احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوری او بود می گوید این نشریه به دلیل انتقاد از توافقنامه ژنو توقیف شده است. پس از امضای توافقنامه ژنو، این هفته‌نامه در گزارشی با عنوان جام زهر به شدت از آن انتقاد کرد و نوشت نتیجه این مذاکرات و پذیرش توافقنامه عبور از خط قرمز بوده است. ما امتیاز داده ایم بدون اینکه امتیازی بگیریم. رسایی دولت روحانی را مسئول توقیف هفته‌نامه خود می‌داند، اما علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد گفته است توقیف‌ها یا تذکرهای کتبی
یا هر اقدامی در رابطه با روزنامه‌ها و نشریات ربطی به دولت ندارد. وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید که کشورش آماده است از تحریم ایران درباره تروریست و حقوق بشر حمایت کند. در همین حال جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه اخیر پارلمان اروپا درباره ایران سفر یک هیئت سیاسی خود به اروپا را لغو کرد. این سفر قرار بود 27 و 28 فروردین ماه انجام شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت آمریکا آماده ی حمایت از هر نوع تحریم علیه جمهوری اسلامی بر سر تروریسم و حقوق بشر است. وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که کشورش آماده خواهد بود که نه تنها درباره برنامه هسته‌ای بلکه بر سر حقوق بشر و حمایت از تروریسم نیز از تحریم‌های جمهوری اسلامی پشتیبانی کند. در همین حال جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه اخیر پارلمان اروپا درباره ایران سفر یک هیئت سیاسی خود را به اروپا لغو کرد. این سفر قرار بود 27 و 28 فروردین ماه انجام شود که کاظم جلالی رئیس گروه روابط پارلمانی ایران و اروپا با صدور بیانیه‌ای از لغو این سفر خبر داد. آقای جلالی در بیانیه خود که خطاب به تاریا کرومبرگ رئیس هیئت پارلمانی سفرکننده به ایران منتشر شده علت لغو این سفر را قطعنامه ضد ایرانی پارلمان اروپا اعلام کرده است. این نماینده مجلس در بیانیه خود قطعنامه پارلمان اروپا را غیر منتظره خوانده و نوشته متاسفانه این پارلمان از یک خود بزرگ بینی مفرط رنج میبرد. جلالی همچنین اعلام کرده که جمهوری اسلامی از این پس به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد هیئتی برای دیدار از ایران شرطی را تعیین نماید. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از بیانیه خود غیر دموکراتیک خواندن انتخابات ریاست جمهوری سال 1399 ایران در قطعنامه مذکور را طنز و مضحک خوانده است. در همین راستا 258 نماینده مجلس ایران در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس خوانده شد با اشاره به خواست و تأکید اتحادیه اروپا برای افتتاح دفتر نمایندگی در ایران میگوید افتتاح چنین دفتری منوط به تغییر رفتارها و رویه‌های اروپاست. به گفته امضا کنندگان این بیانیه پارلمان اروپا باید ساختار اعتقادی فرهنگی کشورها را مد نظر بگیرد. از آن سو کمیته روابط خارجی اتحادیه اروپا 12 فروردین ماه پیشنویس قطعنامه‌ای را در مورد راهبرد اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی تصویب کرد که در آن به مسائلی مانند حقوق بشر یا ایجاد دفتر نمایندگی در تهران اشاره کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی از قطعنامه اخیر پارلمان اروپا خشمگین هستند و در یک هفته گذشته موضع‌گیری تندی علیه غربی‌ها اتخاذ کردند. پیش از این نیز وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی قطعنامه راهبرد اتحادیه اروپا را درباره ایران رد کرده و آن را بی‌پایه و غیر قابل پذیرش خوانده بود. همچنین آقای علی خامنه‌ای گفته بود غرب پس از پرونده هسته‌ای به سراغ دیگر موضوعات از جمله حقوق بشر خواهد رفت. چندی است که یک بازی رایانه‌ای در فضای مجازی به نام بازگشت مختار به اشتراک گذاشته شده که در آن برخی چهره‌های سیاسی مانند سید محمد خاتمی مورد هدف قرار می‌گیرد.
این بازی توسط سایتی به نام هنر ناب اسلامی در دسترس کاربران قرار گرفته و در آن در صورتی که کاربران نتوانند به چهره برخی شخصیت ها شلیک کنند امتیازشان یا همان بصیرتشان کم می شود. سازندگان بازی رایانه‌ای بازگشت مختار آن را اینگونه معرفی کردند. در بازی ضد استکباری بازگشت مختار که به سبک بازی‌های اول شخص ساخته شده است، شما با نمادهای فتنه و استکبار مبارزه می‌کنید. منظور از نمادهای فتنه و استکبار میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی است. در این بازی کاربر برای پیشروی در مراحل مختلف باید در دالان‌هایی حرکت کند و هر بار به موانعی با تصاویری از موسوی، کروبی، خاتمی، زهرا رهنورد و مهدی هاشمی شلیک کند تا به تعبیر طراحان بازی بصیرتش زیاد شود. هر کاربر در طول مسیر اگر در مقابله با این موانع موفق عمل نکند بصیرتش کم می شود و اگر پیش از پایان بازی بصیرت کاربر تمام شد باید بازی را از نو شروع کند. سازنده بازی بازگشت مختار وبلاگی با عنوان نفوذی است. عنوان این بازی برگرفته از نام مختار ثقفی است که 5 سال بعد از واقعه عاشورا در کوفه به خونخواهی کشته شدگان آن حادثه قیام کرد و بسیاری از عاملان کشتن امام سوم شیعیان و یارانش را کشت و 18 ماه نیز حکومت کرد. با این حال آنچه سبب خبرساز شدن این بازی شده علاوه بر استفاده از تصاویر رهبران جنبش سبز معرفی آن توسط مؤسسه فرهنگی دیجیتال هنر ناب اسلامی است. مؤسسه هنر ناب اسلامی در اسفند سال 1388 با شماره 25445 در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است و همچنین در همان سال مجوز نشر دیجیتال را نیز از مرکز توسعه فناوری و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرد. اما هفته گذشته ثبت نام برای دریافت یارانه ها در حالی آغاز شد که خبرگزاری های داخلی از صف های طولانی در مقابل باجه های اینترنتی و دفاتر خدمات پستی خبر دادند. اما همزمان با آغاز ثبت نام موج کلاهبرداری اینترنتی هم به راه افتاد. پلیس ایران درباره فعال شدن سارقان اینترنتی و ایجاد وبسایت های مشابه و وبسایت سازمان هدفمندی یارانه ها که به قصد سرقت اطلاعات کاربران ایجاد شده است هشدار داد. همزمان با آغاز ثبت نام یارانه نقدی از صبح چهارشنبه صف‌های طولانی در شهرهای مختلف ایران برای ثبت نام در فاز دوم هدفمندی یارانه ها تشکیل شد. همچنین با آغاز ثبت نام اینترنتی متقاضیان دریافت یارانه پلیس ایران نیز به شهروندان هشدار داده است که در دام سارقان اینترنتی و وبسایت‌های فیشینگ نیفتند. محمد مهدی کاکوان رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ به خبرگزاری ایسنا گفت یکی از متداول‌ترین راه‌های کلاهبرداری اینترنتی در این زمینه فیشینگ یا ایجاد صفحه جعلی است و حال ممکن است برخی کلاهبرداران با ایجاد صفحات جعلی که شبیه صفحات سامانه ثبت نام یارانه هاست اقدام به سرقت اطلاعات مردم کنند. وی سپس به شهروندان ایرانی توصیه کرد که از سایت‌های جانبی که کاربران را به این سایت هدایت می‌کند استفاده نکنند و به طور مستقیم وارد وبسایت هدفمندی یارانه‌ها رفاهی شوند. به گفته او درخواست اطلاعات حساب بانکی همچون رمز دوم و CV2 برای ثبت اطلاعات خانوار لزومی ندارد و در صورتی که کاربران با این موارد روبرو شدند باید به سرعت از صفحه خارج شوند. در نخستین روز ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه نقدی آن گروه از شهروندانی که رقم سمت راست کد ملی آنها رقم 0 است می توانند در این باره اقدام کنند. اما گزارش رسانه‌های داخلی حاکی از اختلال در وبسایت هدفمندسازی یارانه‌ها رفاهی است.
چنان که دسترسی به این وبسایت به سادگی امکان پذیر نیست. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا چهارشنبه نوشت که با گذشت بیش از 11 ساعت از آغاز رسمی فرایند ثبت نام در سامانه رفاهی، این وبسایت همچنان با مشکلات متعددی روبرو بوده و مردم هنوز امکان ورود به آن و ثبت نام را پیدا نکردند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران هم تعدادی از پیام‌های مخاطبان خود را منتشر کرده است که برای ثبت نام در وبسایت هدفمندی یارانه‌ها رفاهی با مشکلات مختلفی مواجه شدند، چنان که در برخی موارد این وبسایت کد امنیتی را تشخیص نمی‌دهد یا شماره حساب بانکی کاربران را که پیش از این نیز از طریق آن یارانه دریافت می‌کردند نمی‌پذیرد و آن را اشتباه می‌داند. این در حالی است که مهلت ثبت نام در وبسایت هدفمندی یارانه ها برای هر گروه محدود به 24 ساعت است و در روز بعد نیست تنها کسانی می توانند در این وبسایت ثبت نام کنند که رقم سمت راست کد ملی آنها رقم 1 باشد، تا بدین ترتیب در مدت 10 روز تمام شهروندان متقاضی دریافت یارانه کار ثبت نام را انجام داده باشند. اجرای فاز دوم برنامه هدفمندی یارانه ها تا چندی پیش مورد ابهام بود و اکنون نیز با تأخیری 2 ساله کلید می خورد، چرا که مقرر شده بود این فاز در دومین سال آغاز هدفمندی یارانه ها اجرا شود. دولت حسن روحانی امیدوار است با طرح خوداظهاری تعدادی از مردم از گرفتن یارانه ها انصراف دهند. با این وجود، دولت گفته است که پس از ثبت نام مرحله راستی آزمایی اظهارات مردم را آغاز خواهد کرد. موضوعی که با انتقاد محافظه‌کاران روبرو شده است. موضوع خود اظهاری یارانه ها اصرار دولت برای انصراف مردم از گرفتن یارانه با واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی مجازی روبرو شده و آنها به طور گسترده این موضوع را دستمایه طنز قرار دادند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه هفته گذشته در مهمانی شام اتاق بازرگانی فرانسه و اسرائیل در سخنانی به اوضاع بحرانی سوریه و همچنین پرونده اتمی جمهوری اسلامی اشاره کرد. جزئیات بیشتر در گزارش محمد رضا شاهید از پاریس. شب گذشته در این محل سالن مشهور پاویون دوفین، هم رستوران و هم سالن تجمع، ناظر نشست مشترک اتاق بازرگانی فرانسه و اسرائیل بود. این 23مین نشست مشترک آنهاست. میهمان ارشد و در این حال میزبان آقای لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه بود که سخنانی در ارتباط با وضعیت منطقه، اقتصاد و سیاست که به هم پیوسته است و مسائل خاورمیانه صحبت کرد که البته بخشی هم به ایران و سوریه مربوط میشد. آقای فابیوس در مطالب خود گفت: respect pour ce que fait Israël et quand les dirigeants israéliens disent در موضوعات مختلفی که فرانسه به آن توجه داشته و میدانم برای شما هم اهمیت دارد، موضوع ایران و پرونده هسته‌ای است. من و رئیس جمهور در گفتگوهایی که با آن مذاکرات 5+1 میگوییم و مطمئنم شما هم آن را دنبال کرده و جدیت و شاخص فرانسه را متوجه شدید، این بود که تضمین ها و اطمینان های لازمه را خواستار بوده ایم. در حال حاضر به مرحله دوم رسیده ایم، یعنی توافق نهایی و راه های دستیابی به آن. من اظهارات گوناگونی را اینجا و آنجا می شنوم. خواست ما باید به خصوص در بیرون مرزها شناخته شود. ما امیدواریم و طبیعی است که امیدوار باشیم راه حلی با گفتگو پیدا شود که البته می دانیم چقدر دشوار است. آنچه که به ایران و پرونده هسته‌ایش مربوط می شود، فعالیت انرژی صلح‌آمیز بله، و اگر به سلاح اتمی و نظامی توجه بشود نه. به همین سادگی و به همین واضحی فرانسه به هیچ وجه دیدگاه خود را عوض نخواهد کرد. در ماه‌های پیش رو مسائل و موضوعاتی را در منطقه باید بحث کرد و به نتیجه رسید، از جمله تراژدی سوریه که خوشبختانه
اسرائیل این واقع بینی را داشت که خود را از مهلک دور نگه بدارد. پاریس، تلویزیون ایران فردا. اما به دنبال کشف یک ضعف اینترنتی که تاکنون منجر به افشای میلیون ها رمز عبور ایمیل، شماره کارت اعتباری و سایر اطلاعات حساس موجود در فضای مجازی شده است، چندین شرکت اینترنتی از مردم خواستند تا رمزهای خود را تغییر دهند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این رخنه اینترنتی که هارت بلید نام گرفته در هفته اخیر همزمان از سوی تیم امنیتی شرکت اینترنتی کدنامیکان فندلان و گروهی از محققان امنیتی کمپانی گوگل کشف شده است و به گفته این دو شرکت بیش از 2 سال پنهان مانده بود. این محققان اعلام کردند که یاهو از جمله کمپانی‌هایی است که می‌تواند از این رخنه اینترنتی آسیب دیده باشد و افزودند که برخی از کمپانی‌های آسیب دیده نظیر تامبلر نیز موفق شدند این مشکل را رفع کنند. در همین رابطه کارشناسان و محققان حوزه امنیت اینترنتی از مردم خواستند تا تمامی رمزهای آنلاین خود را تغییر دهند. در این خصوص ولفگانگ کاندک مدیر بخش فناوری شرکت کوالیس که به تولید نرم افزارهای تحلیلگر امنیتی می‌پردازد گفته است من به شخص هر رمزی که در فضای مجازی تعریف کرده بودم را تغییر دادم، زیرا امکان این که از هر جایی در فضای مجازی چیزی ربوده شده باشد وجود دارد. به طور دقیق نمیتوان گفت چه حوزه‌هایی آسیب دیدن، زیرا این حمله هیچ اثر انگشت مشخصی از خود بر جای نگذاشته است. دیوید شارتی، مدیرعامل شرکت فنلاندی امنیتی کدنامیکان که قادر به کشف این رخنه اینترنتی شده است، میگوید اگرچه اکنون راهی برای رفع این ضعف اینترنتی وجود دارد، همچنان دلایل بسیار زیادی برای نگرانی نیز باقی است. وی افسوده است کشف اخیر فناوری رمزگذاری را که هدفش حفاظت از حساب‌ها و فعالیت‌های آنلاین نظیر ایمیل، پیام‌های فوری آنلاین و تجارت الکترونیک است تحت تأثیر قرار خواهد داد. با این حال آقای شارتی تأکید کرده است که به احتمال زیاد بسیاری از کمپانی‌های بزرگ اینترنتی به دلیل محافظه‌کاری‌های لازم و استفاده از نرم‌افزارهای هشداردهنده از این رخنه اینترنتی آسیبی ندیدند. علی‌رغم درخواست محققان از کاربران اینترنتی برای تغییر رمزهای خود، آنها همچنین می‌گویند که تغییر رمز به تنهایی کاری از پیش نمی‌برد و آنچه اهمیت دارد این است که سرویس‌هایی که از این حمله آسیب دیدند، نرم افزاری را که برای هشدار در مورد این گونه حملات تعریف شده مورد استفاده قرار دهند. به گفته این محققان نرم افزار مزبور به محض کشف هارت بلید در سیستم کمپانی به تمام کاربرانش هشدار می دهد تا رمزهای خود را تغییر دهند. ریچارد فرای، ایرانشناس فقید آمریکایی، در زمان حیاتش طی تماس‌های مکرر از 3 رئیس جمهور ایران، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی خواسته بود پس از مرگش پیکر او را در کنار زاینده رود دفن کنند. خواسته‌ای که مورد تایید قرار گرفته بود، اما اکنون پس از 2 هفته از مرگ او، مسئولان جمهوری اسلامی هنوز پاسخ روشنی به خانواده ریچارد فرای و بیمارستانی که جسد او را نگهداری می‌کند نداده است. موضوع وصیت‌نامه ریچارد فرای مبنی بر خاک سپاری او پس از مرگش در ایران به محل جدال و کشمکش میان مسئولان حکومت جمهوری اسلامی تبدیل شده. تورنهای حکومتی به شدت به این موضوع اعتراض کردن. با وجود اینکه 2 هفته از مرگ ریچارد فرای میگذره، این بحث‌ها هر روز ادامه پیدا کرده و آرام آرام به سطوح بالای نظام کشیده میشه. از جمله روز گذشته در صحن علنی مجلس، احمد سالک، نماینده مردم اصفهان و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با هشداری جدی به حسن روحانی از او خواست که اجازه نده پیکر ریچارد فرای در شهر اصفهان به خاک سپرده بشه. در مقابل
جواد هروی نماینده مردم قائنات و رئیس فراکسیون تاریخ و گردشگری مجلس گفت که جای افسوس داره در سالی که به نام فرهنگ نامگذاری شده نخبگان فرهنگی به سخره گرفته میشن. این بحث و جدل ها در حالی در مجلس شورای اسلامی در جریان هستش که پیشتر محمد جواد ظریف مرگ ریچارد فرای رو تسلیت گفته بود. اما خارج از گود سیاست، آن سوتر روزنامه کیهان به سردبیری حسین شریعت مداری فردی که به موضع گیری های ضد فرهنگی و سخنان خارج از ادب مشهور هستش، در یادداشتی در روزنامه کیهان ریچارد فرای رو فردی شیاد و آشغال نامید. در مقابل در موضع‌گیری متفاوت‌تر علی مطهری فرزند مرتضی مطهری ضمن تقدیر از خدمات ریچارد فرای از دولت حسن روحانی خواست که به تعهداتی که دولت قبلی در این زمینه داده جامعه عمل بپوشونه. ریچارد فرای ایرانشناس آمریکایی، کسی که به تاریخ ایران باستان و فرهنگ ایرانی بسیار علاقه داشت، بنیانگذار کرسی مطالعات ایرانشناسی در دانشگاه هاروارد و کلمبیا بود. به باور بسیاری او بزرگترین ایرانشناس عصر حاضر بود. او به زبان فارسی تسلط داشت، علاوه بر زبان فارسی به زبان‌های باستانی ایران همچون زبان اوستایی، زبان پهلوی باستان و زبان سغدی هم تسلط داشت و آثار او از جمله تاریخ ایران باستان، دوران طلایی ایران، ایران بزرگ، اودیسه قرن بیستم از جمله آثار و کتاب‌هایی هستند که در زمره آثار مشهور ایران شناسی قرار می‌گیرند. او به شدت همونطور که گفتیم به ایران علاقه داشت، تا جایی که حتی لقب ایران دوست رو برای خودش انتخاب کرده بود. در تمام این سه دهه او یکی از مدافعین سرسخت نام خلیج فارس بود. او همواره خلیج فارس و خلیج ایرانی می‌نامید و از نامگذاری‌های جعلی دیگه در واقع اون نامگذاری ها رو رد میکرد و مخالفت میکرد با اونها. علاقه او به ایران تا حدی بود که حتی پیش از انقلاب قطع زمینی رو در حاشیه رودخانه زاینده رو در کنار پل خواجو به هزینه شخصی خودش میخره، به صب میرسونه و درخواست میکنه که پس از مرگش در کنار پل خواجو به خاک سپرده بشه. اما در چند روز گذشته با بالا گرفتن این بحث ها، آرامگاه او در شهر اصفهان از سوی افرادی موسوم به بسیجی با شعارهای زننده مورد توهین و بی احترامی قرار میگیره. این اتفاقات در حالی در ایران میفته که در کشور همسایه و همفرهنگ ما تاجیکستان اعلام آمادگی میکنه که این آمادگی رو داره که با افتخار تمام آخرین خواسته و تنها ترین خواسته ریچارد فرای رو جامعه عمل بپوشونه و پیکر او رو در شهر دوشنبه به خاک بسپاره. ریچارد فرای هفتم فروردین امسال در سن 94 سالگی درگذشت. با این گزارش به پایان این برنامه میرسیم. بسیار سپاسگزارم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردین. این برنامه ساعت 7 بعد از ظهر روزهای یک شنبه به وقت تهران و 3:30 بعد از ظهر به وقت لندن پخش میشه. اگه موفق به دیدن پخش زنده اون نشدین، میتونین این برنامه رو در وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا هم دنبال کنین و از همین طریق و همچنین ایمیل ما که همین الان بر روی صفحه ظاهر شده، میتونین نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میان بگذارید. تا برنامه دیگر، بدرود.